درود، وقت شما بخیر. به این مجموعه خبری خوش آمدید. من بیژن آریان هستم. معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات در قندهار ادعا می کند که دو نامزد معترض مجلس نمایندگان در این ولایت وی را برهنه کرده و از آن ویدیو گرفتند. هارون کلیوال می گوید که جمال آقا و عطاالله عطا که اعضای شورای ولایتی و برادر حمدالله نازک نامزد مجلس است و ای را به خانه خود خواسته و پس از آن و ای را لتوکوبا برهنه کردند. هارون کلیوال معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات در قندهار در یک کلیپ ویدیویی ادعا می کند که دو نامزد مجلس نمایندگان در این ولایت وی را به خانه خواسته، سپس لت و کوب و برهنه کرده و از وی فیلم گرفتند. وی این نامزدان را جمال آقا نامزد مجلس نمایندگان و عطاالله عطا عضو شورای ولایتی قندهار و برادر حمیدالله نازک نامزد انتخابات مجلس نمایندگان را به اختطاف و به عزتی وی متهم می کند. څلو نه پر دوا اسکر سره دوا نور مولونه ویلی اته ولاس نه نه ته اول ور چکر اته کش کس چکای را اسکر و نور پر علا کو کرا وخت لوی واله خالی و تاک ته نه نست ول رازا و تاک الله سی بوت لمش کنزل کول ستا دای کړی دی تاسو دای کړی دی زمر جای ور کیو دی چې خدا کی سی ډیر وخت ما نه دی ته ثبوت ما تر کم ثبوت تل ریس مر دا کار کړی. وای از ارگانهای مسئول خواستار بررسی این موضوع است، اما عطاالله عطا برادر حمدالله نازک و جمال آقا که در این مسئله متهمند میگویند رئیس کمیسیون انتخابات قندهار و معاون وی در انتخابات مجلس نمایندگان به نفع نامزدان مشخص تقلب و فساد کرده و در این باره شکایت های مستند وجود دارد. با گفته آنها این افراد به دادستانی معرفی شده و برای اینکه خود را بیگناه نشان دهند این گونه ادعا کردند. نما وتر دلیجم او نه زه په خبرې او که چیرې ما راغوښتې مهرباني هغه د قمندانۍ څخه چې د اسلام دغه کې هم لمبرونه چې ټوله راوباسي یا چې ما ثبت راوړي که ما د ده سره خبرې کړي یا که ما ده ته زنګ والي هغه خو ټوله راوځي لمبرونه راوځي مهرباني. یا مو خصوصا پر سرنوالۍ، پر قمندانۍ، پر امنیت ملي، پر ټولو ارګانو مو دا غږ دی چې دغه کسان چې سرنوالۍ ته معرفي چې د جي جي د دوی موضوع وڅېړي او دوی چې راکش کړي اوس ټوله غورځېده دي چې کابل ته کړي دي چې پرون هم زه ټوله ورځ په دوی پسې ګرځېدلم. قمندانۍ ته امنیت ملي ته ټولو ځایو ته پسې ولاړم اخر چې معلومات وکړي دوی مګرده کابل ته غورځېده دي چې راځي چې د مطبوعاتو مخته چې د یک شي کم شواهد چې دوی لري د اختطاپ او د شکنجې او د بل بل ټولو مطبوعاتو ځوانانو ته چې ښکاره کړي چې تشویشونه راپسې. این در حال است که پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان قندهار، نامزدان معترض دروازه های کمیسیون های انتخاباتی را در این ولایت بستند. اما با میانجیگری اداره محلی این اداره ها به این شرط باز شد که شکایت های نامزدان معترض بررسی خواهند شد. مقام ها در قول اردوی 209 شاهین به طالبان هشدار می دهند که در میدان های نبرد نابود خواهند شد. در همین حال خواست طالبان برای انحلال ارتش با واکنش تند مقامهای محلی و باشندگان بلخ روبروست. انحلال ارتش ملی پس از توافق صلح با طالبان با واکنش تند نظامیان، مقامهای محلی و باشندگان بلخ روبروست. بلخیان تا گرد همایی اینجا در مزار شریف پشتیبانیشان را از قوای مسلح کشور اعلام می کنند. ما نمیگذاریم که اردو از هم بپاشه. یه را به یقین بدانین وقتی که اردو از هم پاشید، نه نظامی است، نه حکومتی است، نه مردم سالاری است، نه دموکراسی است. در اینجا برخی عالمان دینی از کارکرد سران حکومتی انتقاد دارند. آنان کشتار افراد بیگناه توسط حراس افکنان را خلاف آموزه های اسلامی دانسته بر بسیج مردمی تاکید میکنند. ای مردم افغانستان، ای سردمداران، ای سیاستمداران، کسایی که خود را سیاستمدار میدانین و مردم افغانستان را به خون کشاندین، تباه و برباد ساختین، زنهای مردم را یتیم ساختین به خاطر بعضی بادارا و دالارا و پول. با این حال مقام ها در فرماندهی قلوردی دوستانوی شاهین با گروه طالبان هشدار می‌دهند که دست از جنگ بردارند، در غیر آن در میدان نبرد سرکوب خواهند شد. این وطن پاکستان نیست که تو بگیری در یک معامله بسیار آسان بگوی که من اردوی ملی افغانستان را من حل میکنم. تو تابالی از خودت
جایگاه نداره که جایگاه مردم بشناسه. تو از خودت آدرس نداری، رهبرت آدرس نداره، خودت آدرس نداری، در زیر چتر آیسای میشینی، از جا بری من اردوی مرمان حل میکنی. ای خواب است، خیال است، جنون. در این حال مقام های محلی بلخ عمل کرده ارتش، پلیس و امنیت ملی جهت تامین امنیت این ولایت را ستایش میکنند. اما بلخیان بر راه اندازی عملیات پاکسازی بخشای ناامن بلخ تاکید دارند. شماری از عالمان دینی، متنفذان قومی و باشندگان سرپل به هدف پشتیبانی از نیروهای امنیتی گرده هم آمدند. اشتراک کنندگان در این گرده همایی در واکنش به گفته های نماینده طالبان در مورد انحلال اردوی ملی میگویند که کسانی که خواهان انحلال اردوی ملی اند دشمنان دین اسلام و مردم افغانستان. در همایش مردم در ولایت سرپل، عالمان دین، متنفذین قومی و فعالان مدنی حضور یافتند. آنان در برابر گفته های نماینده های طالبان در مورد انحلال اردوی ملی واکنش نشان داده، آن را غیر ممکن می دانند. در افغانستان خواهان انحلال اردوی ملی افغانستان هست. او دشمن اسلام، دشمن دین، دشمن قرآن، دشمن خلق افغانستان، دشمن ملت برخی نمایندگان مردم سرپل در مجلس نمایندگان و اعضای شورای ولایتی نیز درخواست طالبان مبنی بر منحل شدن اردوی ملی افغانستان و تعدیل قانون اساسی را عبور آنان از خط قرمز می دانند. والی سرپل نیز میگوید شرط های طالبان که در نشست مسکو مطرح شده برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست. و ما مردم در کشورهای دیگر میخواهیم بکشیم. اردو جور کردن آسان نیست. یک اردوی جوان که از 1381 تعیین بوده جور شده مدرن‌ترین اردو در جهان است. و قوی‌ترین اردو در آینده میشه. چرا ملت افغانستان نیروهای امنیتی؟ در این نمایش عالمان دین، جوانان، فعالان مدنی، زنان و متنفذین قومی از نیروهای امنیتی پشتیبانی نموده با ادای گل به سربازان از آنان خواهان تامین امنیت مردم شدند. عالمان دینی، فعالان مدنی و شمار باشندگان تخار از ارتش افغانستان اعلام حمایت کردند. شرکت کنندگان این همایش خواهان تامین صلح پایدار با در نظر داشت منافع ملی کشورند. با وجود که رئیس هیئت طالبان در روسیه گفته هایش در مورد از بین بردن ارتش را سوی تفاهم عنوان نموده، اینجا در تخار شماری عالمان دینی، فعالان جامعه مدنی و باشندگان از بهر حمایت از حکومت و نیروهای امنیتی گرد هم آمدند. عالمان دینی خواهان صلح پایدار با در نظر داشت منافع ملی و ارزش های اسلامی اند و میگویند از دل و جان از نیروهای امنیتیشان حمایت میکنند و اجازه لغو ارتش را نمیدهند. هیچ قابل منطق نیست، هیچ قابل باور نیست. ملت تخار، ما بر نمایندگی علمای تخار از طریق رسانه های جمعی پیام میتونم به ملت افغانستان، پیام به تخاری های عزیز میتونم، پیام به سمت شمال میتونم. ما از اردوی خود حمایت میکنیم، ما در پهلوی اردوی خود هستیم. گفته بودن که همه پروفاشی اردوی ملی، اردوی ملی یا اینها منطقی نیست که صلح بیاید. اردوی هر نظامی بدون اردوی ملی نمی باشد. هیچ قوتی، هیچ حکومتی بدون اردوی ملی نمی باشد.
فعالان جامعه مدنی ارتش و نیروهای امنیتی را نشان قدرت و بالندگی جوانان در نظام ها میدارند و خواهان صلح پایدارند. من از این خواهش میکنم، از این تریبیون، از طریق رسانه های محترم، از این خواهش میکنم اگر بحث منافع افغانستان روی دست دارید، بیاید کنار دولت هم نواقصی که موجود است، بیاید اصلاح بکنیم. اعلان حمایت میکنم و اردوی ملی اگر فروپاشی شود، بعد زندگی برای من جوان دیگر کار نیست. و این یگانه نشان اقتدار، قدرت، شجاعت و رسمندگی من است. و همچنان حکومت موقت یک اشتباه تاریخی است که به دهه 70 برمیگردیم. من یقین دارم که هیچ انسان عاقلی کار نمی کند. شرکت کنندگان این همایش میگویند در صورتی که ارتش و نیروهای امنیتی از هم پاشیده شود، مردم قربانی تفنگداران غیر مسئول میشوند و تجربه تلخ سال 70 قرن 20 را مردم افغانستان تجربه خواهند کرد. اما رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان گفته های اخیرش را سوء تفاهم دانسته، تاکید بر تغییرات در نیروهای امنیتی میکند و میگوید ارتش به حمایت آمریکا و از سوی آمریکا ساخته شده است و نیاز بر تجدید نظر دارد. یک هیئت بلندپایه امنیتی به خاطر بررسی اخاذی‌های غیرقانونی که از طرف پلیس در مسیر شارای کابل قندهار از رانندگان صورت گرفته می‌شود، وارد ولایت غزنی شدند. این هیئت بر رانندگان این مسیر اطمینان می‌دهند که بعد از این هیچ کسی حق گرفتن پول غیرقانونی را از آنان ندارند. یک هیئت بلندپایه امنیتی به خاطر بررسی اخاذی‌های غیرقانونی که از طرف پلیس در مسیر شاهرای کابل کندهار از رانندگان وسایل گرفته می‌شد، وارد ولایت غزنی شدند. این هیئت بررسی‌هایشان را نیز طی دو روز آغاز کردند. آنان می‌گویند قبلا نیز در این مسیر مشکلات وجود داشته است که نسبت به گذشته این مشکل تا حد مرفوع شده است. آنان می‌افزایند که هیچ کس بعد از این حق ندارند که از رانندگان پول غیرقانونی بگیرند. قسمت جلوگیری از اخاذی یک جلسه بسیار خوب و در دو ولایت ما داشتیم که آخرش با حضور والی صاحب ولایت غزنی تنظیم شد. ارگان ها مشخص وظیفه گرفتن. انشالله از این به بعد گزمه ها حتی در درون شهر موجود می باشد. پوست هایی که در جای بود از این برداشته شد. دمی دروازه دخولی و خروجی هر ولایت فقط مطابق به قانون می بینن اسناد معتبر و هم با در نظر داشت تدابیر امنیتی اجراد میکنند. آقای فروغ از امنیت مسیر شهران نیز به مردم اطمینان داده و میگوید که به خاطر تامین امنیت این مسیر عملیات های نیز جریان دارد. از سوی هم والی غزنی میگوید که به خاطر جلوگیری و کنترل از اخاذی های غیر قانونی، آنان چک پوینت ها و دروازه دخول و خروج را نیز در شهر غزنی ایجاد کردند. غزنی بخر که دخولی و خروجی دروازه مشترک ایجاد که خواب په متفرق شکل باندې ترافیک یوزو چک پوینت درلوده موټر به کنټرول او ترانسپورت بل ځای د کمیشن پارچې ورکولې پولیس او بل ځای جنایي او امنی مسایل سیړل اوس مشترکان په یو ځای کې نقاط ورته انتخاب شول چې دوی په ګډه کار کوي او مویا گزارش بروړي. در عین حال برخی از رانندگان که در این مسیر رفت آمد دارند میگویند که پسته های امنیتی در این مسیر نیز باعث آزار و اذیت آنان شده و از آنان غیر قانونی پول میگیرند. این در حال است که برخی از رانندگان مسیر شهرای کابل کندهار قبلا نیز به خاطر اخاذی های غیر قانونی از سوی پلیس در مربوطات این شهرا شکایت داشتند. به گفته آنان پلیس این شهرا از نزد آنان پول غیر قانونی می گیرند. بلخیان و آگاهان امور نشست دروزه صلح در مسکو را تشریفاتی و هدف آن را نمایان شدن خواستهای طالبان از حکومت افغانستان می دانند. می گویند زمان این نشست برای مردم قناعت بخش خواهد بود که نماینده های رسمی حکومت با طالبان وارد گفتگو شوند. آگاهان در بلخ به این باورند که نشست دروزه میان سیاستمداران افغان با نمایندگان سیاسی طالبان در مسکو پیام عملی برای صلح نداشته و آنان به نشست‌های بعدی صلح نیز بی‌باورند. برخی اساتید دانشگاه می‌گویند نشست‌های صلح در کشورهای مختلف همواره در حد یک تلاش از سوی حکومت بوده که تاکنون جنبه مثبت
و رضایت بخش نداشته است. نشست مسکو و سایر نشست هایی که صورت گرفته متاسفانه در جریان این سال نتایج قابل ملاحظه و یا پیام خوبی برای مردم افغانستان نداشته. علتش این بوده که این نشست ها در این نشست ها تعارض دیدگاه ها و تقابل دیدگاه ها، تقابل سیاست های امریکایی و روسیه یا سیاست امریکا و روسیه به صورت جدی وجود داشت. فعالان مدنی بلخ میگویند نتایج نشست مسکو جنبه اجرایی ندارد، زیرا نمایندگان رسمی و قانونی حکومت افغانستان در این نشست حضور نداشتند. آنان به این باورند که در نشست مسکو یک بخش کوچک سران طالبان حضور داشتند و در این نشست تنها خواست های طالبان از حکومت افغانستان مطرح شده. نماینده رسمی و قانونی افغانستان حکومت افغانستان است و تلاش جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا است که بیشتر زمان این نشست ها ثمر بخش خود بود که نماینده قانونی و رسمی افغانستان با مخالفین روی یک میز بشینه مذاکره بکنه. در نشست دو روزه مسکو خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعدیل قانون اساسی، ایجاد دفتر رسمی به این گروه، بیرون شدن نام رهبران طالبان از فهرست سیاسی سازمان ملل و ایجاد نظام اسلامی از خواستهای مهم گروه طالبان بود. خبرنگاران در ننگرهار کشته شدن دو خبرنگار در تخار را نکوهش کردند. این خبرنگاران از حکومت می خواهند تا برای مسئولیت جان همکارانشان برنامه های مؤثر را روی دست گیرند. خبرنگاران در ننگرهار با ابراز همدردی با بازماندگان دو خبرنگار جان باخته در تخار این عمل را نکوهش کردند. آنها خواهان بررسی جدی این رویداد از سوی حکومتند. ممدغه پیخه پدیر کلا کو ټکو سره غندو او د افغانستان د اسلامي دولت مسؤول ورګانو نه اله مداده شي دا موضوع جدی وسیړي او عاملین پیدا کی او د قانون منګرو ته وسپاري. هغه محلي رسنۍ چې په د سیمې په کچه باندې نشرات کوي، د خلکو اذهان تنویری، دا غوی د امنیت د خوندیتابو لپاره هم باید کوټیلي ګامونه پورته کړي، هغوی ته امنیتي پوستې ورکړي او تر خپل امنیتي نظارت لاندې ونیسي. خبرنگاران ننگرهار میگوید هر لحظه با تهدیدهای مخالف مسلح دولت، زورمندان و غاصبان زمین روبرو اند، اما حکومت برای مسئولیت آنها هیچ اقدام لازمی را روی دست نگرفته است. له حکومت نمی هیله و تمه داره چه د ژورنالیستان ژوند ته پام در نوکي، د ژورنالیستیکو مرکزونو ته پام در نوکي. څه مو د وړاندې ولیدل شول چې د جلال آباد ښار په زړه کې زموږ د یوې رسنۍ انعکاس راډیو تلویزیون مشر وتختول شو د نامعلومو وسلوالو. به گفته آنها خبرنگاران در ننګرهار با مشکلات جدی روبروند. سخنگوی والی ننګرهار نیست این مشکلات را تایید میکند و میگوید حکومت متحد است که در مقابل چالش ها اقدام کند. دا جګړه یوازې هغه جګړه نه ده چې موږ یې د ټوپک په ژبه کوو. دا جګړه د مافیا جګړه ده، دا جګړه استخباراتي جګړه ده، دا د غصب جګړه ده او ګڼ شمېر نورو برخو کې چې په دې هره برخه کې زموږ خبریالان له دې جګړې سره مخامخ دي او دوی د دې سپېڅلې دندې له لارې له دې جګړې سره مقاومت کوي. این در حال است که دما پیش افراد مسلح ناشناس از داخل شهر جلال آباد رئیس یک رادیو تلویزیون خصوصی را بودند که تا اکنون هم ناپدید است. باشندگان شهر شبرخان و برخی اصناف برای بیش از 500 خانواده بیجو شده در این شهر مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع کردند. بیشتر از این در گزارش. این خانواده ها از اثر افزایش ناامنی طی 3 ماه اخیر از ولایت های همجوار و ولسوالی های ناامن جوزجان به شهر شبرغان بیجا شدند. برخی از آنان می گویند با مشکلات زیاده روبرو هستند و در هوای سرد در خیمه ها زندگی را با دشواری سپری می کنند. آنان خواهان کمک بیشتر از سوی نهادهای کمک رسان در این ولایت هستند. یک رفت کسی نزده. با چیزی کم سیمومش ما می جاستیم.
به خاطر قبلا جنگ هم جنگ از سوی هم باشندگان شهر شبرغان و برخی اصناف این شهر برای بیش از 500 خانواده بیجا شده مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع نمودند. ما تصمیم گرفتیم که یک مقدار مواد محموله های کمکی را به مهاجرین بیجا شده جنگ های اخیر و مساعدت به اونا برسانیم. کمک اولی ما آخری ما نیست. انشالله این کمک ها دوامدار است. کمک ها این آغاز شد. در آینده هم شما مردم بر ما میمان هستین. در همین حال فریدون انیق سخنگوی والی جوزجان میگوید صد خانواده بیجا شده را که در فضای باز به سر می بردند به مکانهای مسئول انتقال دادند که برای آنان مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع شده است. کسانی که در زیر خیمه ها در اطراف شهر شبرغان و جاهایی که احتمالش زیاد بود زیر آب شوه و یا ای که از سردی هوا و بارش های شدید زندگی آنها را تهدید بکنه همه را جمع‌آوری کردند و به جاهای مسئولتر و مکانهای مسئولتر و مکاتب انتقال دادند. مقام ها در جوزجان می گویند در نشست اضطراری که به خاطر وضعیت بیجا شدگان در این ولایت دایر شد تصمیم گرفتند که زمینه بازگشت خانواده هایی را که امنیت در مناطقشان تامین گردیده فراهم سازند و برای آنان مواد خوراکی و غیر خوراکی نیز توزیع نمایند. تا درود دیگر، بدرود.